الان بعد الان دیگه الان رو زدیم محمد، فقط امیدوارم که دوتامون تصویر باشیم. آره دوتامون هستیم، اتفاقا من بیشتر هستم دوتامون. اوکی من عرب نیستم. خب اوکی داشتی میگفتی بگو. اوکی این اولین اول باری که خیلی هست. خوشحالم دیدمت من. آره توی ورشو همدیگر ملاقات هستیم بکنیم پایتخت لهستان و این اولین دیدار و حضوری ما هست. بارد. روز اولی که تونستیم همدیگر ببینیم، ولی خب خیلی از همین روز اول هم با هم دوستای نزدیکی بودیم. خیلی جالبه که دنیای جالبی از همین، مثلا ما ارتباطی که با هم داشتیم فقط روی اینترنت بوده. اون کامنت یوتیوبی که گذاشته بودی، محبت کرده بودی، کتابو معرفی کرده بودی، ترجمه کرده بودیم از فاکنس وظیفم عزیزمی. بعد دیگه از همونجا که من کامنت دادم ارتباطمون با هم شروع شد، رفتیم سراغ ضبط ویدیو. واقعا من اتفاقا همیشه به دوستای خودم میگفتم، میگفتم که این دوستی من با محمد، خب محمد تماسبی معرفی کنم، دوستی هم محمد خیلی سریع اتفاق افتاد، خیلی جالب بود اصلا بدونی که بخواد اتفاق خاصی بیفته. اوکی محمد بیاری من میگه صحبت در رابطه با کتاب، خیلی جفت و جور شد همه چی، چفت و بست تو پیدا کرد رو هم دیگه. بعد یک هفته شد فکر کنم دیگه ما شروع کردیم صحبت کردن، بالغ بر 7 تا کلیپ هم درست کردیم. برمیگردیم ما حالا، چون که من حالا به اشکانم گفتم این مدتی که کلن ضبط نکرده بودیم به خاطر این بود که درگیر ترجمه دیگه ای بودم، کتاب آن بیت یا بیهجاب نوشته یاسمین محمد. کتاب خیلی جالبیه و تلخ هم هست خیلی جاش و سخته واقعا جلو رفتن توش. و اونو یه چیزی کتاب ال دخترک انسانگرا، ال دخترک انسانگرا، آره اونم ترجمه کردی؟ اون به بیانی هم ترجمه، چون تغییرات زیاد بود، یعنی ترجمه زیادی انجام شد، ولی در واقع به عنوان ویراستار اسمم نوشته شد، یعنی در مقام ویراستار بودم، ولی خب تغییرات یه ویراستار دیگه هم داشت اسمش چی بود؟ چهار سوار؟ آره آن چهار سوار ترجمه شده. کتاب خب عنوانش قبل از من ترجمه شده بود و همون موند، بگن ترجمه خودم چهار سوار بود بدون آن، ولی به هر حال چیز تغییر بزرگی ایجاد نمی‌کنه. حالا من به دوستان عرض کنم اگر این فایل روی یوتیوب من قرار گرفت، لینک کتابا رو توی قسمت توضیحات قرار میدم. حالا طبق معمول همیشه با محمد صحبت می‌کنم، کار انجام میدم که حالا دوستان بتونن کتابا رو بخونن، چون یکی دو تا از دوستان به من مسیج دادن در تلگرام، گفتن که چند تا کتاب در زمینه ATST معرفی کن، مسائل حالا دین و ادیان و مسائل الحاد، که فکر می‌کنم کتابی خیلی خوب باشه آن چهار سوار. اون به نظر من کلیدی هست، هم از لحاظ فلسفی عمدتاً، هم از لحاظ حالا علمی، هم سم هریس و حتی خود دنیل دنت به نظر من باز بحث‌های علمی میاره داخلش. آره نه دنت واقعا یعنی فقط از دید فلسفه نگاه نمی‌کنن. خب سم هریس و داکینز زیست‌شناس و اثرپژوه هستن، خب بیشتر از لحاظ علمی به قضیه وارد میشن، ولی توی این هم ترکیب هر دوشون رو میبینید، ترکیب خیلی جالبی هست. آره من یادم میاد این گفتگو رو ترکیه نگاه کردم، آره تازه از اینا خارج شده بودم، ترکیه بودم این مدت. من فکر میکنم توی اینترنت اینو به قولی با زیرنویس فارسی دوستان گذاشته بودن، یک بار تونستم نگاهش کنم دیگه، هر چقدر گشتم پیداشم کردم. کتاب هنوز وقت نکردم کامل بخونم، بکنم یه 10-15 صفحه اولش رو خوندم، 40 برگ 50 برگ همونی که آره ویرایش کردم، ترجمه کردم، زحمت کشیدیم، واقعا خیلی جالب. حالا امیدوارم که این کتابی که گفتی بی حجاب اونو امروز دکمه سندش رو زدم، دکمه ارسال رو زدم و امروز توی اتوبوس که داشتم میومدم به ورشو که اشکان رو برای بار اول ببینم، خب دیگه وقتم آزادتره، میتونیم با هم دوباره برگردیم سر همون برنامه ها و به نظرم با یه سرعت بیشتر خوبه که کتابو تمومش بکنیم. به نظر من آره، بعد اگر حالا به قولی نمیدونم چی میگم، آمینه چی میگم، آمینه صحبت کنم، پایه باشی خب در رابطه با انتقادهایی که به فرگشت شده، بیام تصویر کنم، خب انتقادهایی که به فرگشت شدن برو صحبت کنیم. مثلا صحبتهای مثلا اسمش چی بود، بیوشیمیست منتقد فرگشت من باهاش آشنایی ندارم، اولین ویدیو رو که دیدم ازش از خودت بود که مثلا اوکی اون مثلا خیلی نفت کرده، حالا نفت که نشه بی سرتای گفته، بعد توی سمت ما ایرانی ها خیلی بخشی از ایرانی ها به این میپردازن، واسه بخش از ایرانی ها خیلی جالبه.
اون اگر دوست داشتی حالا یک موقع کتاب تموم شد بعدها در رابطه با اونها صحبت کنی، یک مستندی هم اصلا درست کردن به نام مستند اخراج شدگان که میاد با افرادی صحبت میکنه که اینها رفتن مثلا در دانشگاه در مدارس آمریکا تدریس کردن این تئوری فرگشت رو و بعد میونش مثلا خیلی قدرگیرایی رو تدریس کردن و نقد کردن مثلا به فرگشت و اینا رو از کار بیکار کردن. یعنی خیلی حالا بین ایرانی‌ها خیلی شایع است. حتی این کار به جای رسیده بود که به این مستند توی جشنواره فجر فکر می‌کنم سال جایزه هم داده 88 اگر درست بیان دوستان 88 هم جایزه گرفت. الان با این اهالی این حوزه علمی قم من ملاها رو دارم میگم صحبت میکنه سریع ارجاع میدم به این مباحث. من گفتم که تو این زمینم کار بشه حداقل چون اصلا کار نشد. یعنی سر تا اینترنت رو بگردی در رابطه با طراحی هوشمند خب هیچ تولید محتوای پادکستی ویدیویی گفتگویی نشد. یه سری مقالات اینا بعدم بره توی تاریکی های این پهنای تاریک اینترنت بگرد پیدا کنه فارسی. آره دم اونایی هم که اینا رو به فارسی می‌نویسن. آره کتابی هست فکر می‌کنم جریان شناسی، من اینا گفتم توی کانال خودم جریان شناسی طراحی هوشمند کنم مال یکی از دوستان عزیز آقای مسیگل اگر درست بگم رفاهمش خاطرم هست رو حافظه دارم میگم ایشون آره که جریان شناسی کرده این رو ما بین اون چند تا مقاله در نقد و طراحی هوشمند پیدا می‌کنه. من میگم اونا خیلی سخت پیدا کردن شو منابع انگلیسی بسیار زیاد ولی من همونجوری که دوستان میدونن که انگلیسی اصلا خوب نیست که بخوام در این رابطه صحبت کنم و به انگلیسی حالا بخوام چیزو ترجمه کنم حالا پیوند هست انگلیسی خوب نیست آلمانی خوب نیست. من انتظار داشتم که اصلا هیچ صحبت نکنه ولی امروز که دیدم داری انگلیسی صحبت می‌کنی. نه خب ببین در خدا هر آدم تو اروپا باشه دیگه در حدی که آیم ویندوز که میتونه صحبت کنه آیم من فرام این گوشی رو چیز کنم. بله خب مثلا من این همه سال لهستان زندگی کردم و همون آی ام بوک و آی ام آی تو اسکول اوریدی و اینها رو من نمیتونم به لهستانی به خوبی بگم. خب در رابطه با سال پیش بگو در سال پیش هم خود صحبت کنیم در سال پیش چیکار کردیم شد من کسی نفهمیدم سال 2020-2021 فکر میکنم بعدم نمیاد باورم میکنی میخواستم یک کلیپی بذارم توی توییتر در رابطه با آتش بازی دیشب شب نبود تو این به قولی توی شهر قدیم لهستان آتش داتش آلمان شد اینجا میشه استر رنک او سخته. بعد اینجا مثل کلیپ بذارم موقعی که نوشتم 2022 تعجب کردم چه 2022 شد من خبر ندارم. چند روز پیش سر کار میخواستم یه نفر تاریخ بگم گفتم که آن توی سال گفتم بگم 21 22 این سال جدیدن مثلا چیز میکنه تعجب میکنه انقدر این قضیه کرونا که اومدن مردم تو خونن بعد مثلا رابطه اجتماعی کم شده بعد مثلا واقعا چی بگم باعث شد اصلا فراموش کنیم. نمیدونم فکر میکنم تو روانشناسی این چنینه میگن که تغییرات موقعی که تغییرات محیطی کم باشه ما زمان رو هم خیلی متفاوت درک میکنیم. آها میتونه مثلا زمان یه طوری فشرده تر و فقط در یه طور ایستا بدن. آره یعنی برداشت من از حرفت این بود این با این تغییر که میگی آشنا نیستم. خب این تغییرات محیطی که به قولی کمتر باشه مثلا تو نه که زمان تفاوت کنه زمانه خب ولی تو حافظه ما به نحو دیگری در میاد. آره مثلا من اگر که به این دو سال گذشته نگاه بکنم چیز عمده ای که میبینم تجربه از دو تا خانه هست که از یه خونه ای من به یه خونه دیگه رفتم. یعنی دو تا فصل میتونید در نظر بگیریم توی این دو سال ولی اگر که سالهای قبلش نگاه کنیم مثلا یه سفر به ایتالیا رفته بودم همون مدت کوتاه یه فصل جداگونه واسه خودش بود. دقیقاً یعنی فکر میکنم منظور تو دریافت میکنم. آره آره حالا امروز خب میشه روز اول سال 2022 میلادی دیگه. ما هم یه مدت اینجا بودیم سال نومون داره میشه همینجوری دیگه آره سال دیگه. نومون تقریبا تعطیلش کمه ولی ایرانی‌ها خب هم سال جدید میلادی رو میگیرن هم سال دوباره نوروز رو میگیرن. آره دیگه بهانه ای است برای اینکه دوبار برای هم آرزوی آره خوشی بکنیم. آره بذار باشه اینجوری. خب حالا که 2022 ایم توی 2021 حالا به شد افتخار آشنایی که با من داشتی دیگه
نه راست میگم همیشه میگم 21 ببخشید قهر تو بستی خورد اینجا زدن خب داشتم میگفتم که 2021 به جز افتخار آشنایی با بنده دیگه چه افتخارات زیاد شد، چه تغییراتی توی زندگی ایجاد شد، با چی آشنا شدی، چی کارا کردی که خیلی سال سختی پرسید. با توجه به توضیحی که دادم توی قضیه حافظه نمیدونم چی کار نکره زیاد داشتم، کتاب نخوندم زیاد بود، من کتاب نخونده رو میخوام بگم. بگو کتاب نخونده ای که توی امسال میخواستی بخونی و نخوندی چند تاشو بگو نخونده. اونی که تو خیلی تو دلت کتاب نخونده کتاب کانت بود، خب در باب نقد عقل عملی اون میخواستم بخونم نتونستم، نه که هیچ نخوندم، خواستم بخونم کامل کنم بعد بنویسم که این چی میگه کانت، نتونستم این رو. یک کتاب یکی میکنم تو زمینه حقوق بود، اونم میخواستم بخونم اسمش آدم رفت متاسفم اسمشو نپرس من اسمش کار فراموشم شد، اونم میخواستم بخونم نتونستم. ها جلد دوم کتاب فونهایی که هم میخواستم بخونم اونم متاسفم نتونستم، استاد قنیجا ترجمه کرد این کتاب رو، هرچقدر سعی کردم وقتی به زمانی بذارم که اون رو مطالعه کنم نه جلد اولش خوشبختانه خوندم، یعنی واسه بار دوم خوندم، یک بار اول فکر کنم 4 سال پیش بود، بار به قول دومش اون فکر کنم 3-4 ماه پیش بود، شاید بیشتر 5 ماه پیش، دیگه شارژ شدم خورده بخونم ببینم چی نوشته بود، کلا دیگه از سر تا ترش خوندم. خب فقیر قیف فونهای چی گفته، چه برداشتی واسط خیلی بصیرت فرق بوده واسط یه افقهایی داری نه ببین شاید جزء اصلا دلیلی که میخوای اینجور بشه دلیلی که کتاب رو دوبار خوندی چی بود؟ ببین هایک تقریبا جزء افرادیست که من به شخص من کار به اقتصادش ندارم، بحث اقتصادش من اقتصاددان نیستم، دوستان همه میدونم خودتان بهتر شاید توی اقتصاد واقعا بیسواد باشن، ولی توی مباحث معرفت شناسی به نظر معرفت شناسی فلسفی دارم میگم، یعنی چه فرق میکنه چه معرفت شناسی مثل علم باشه چه معرفت شناسی شناسی باشه، به طور کلی دارم میگم اگر کسی هایک رو نخونه اون بحث اپیستمولوژی متوجه نمیشه مثلا به چه کار میاد، موقعی که ما میایم مثلا در رابطه با صدق و کذب و در رابطه با تاریخ بشری صحبت میکنیم، یعنی شناخت بشری رو میسنجی، خب مثلا کارش چیه، چی به ما میگه؟ میدونی من وقتی هایک رو خوندم فهمیدم آها نه این مباحثی که فلاسفه مطرح کردن خب اینا کاربرد داره، اینا واسه یه دلایلی داشتن که اینا مطرح کردن، بیکار نبودن. به طور کلی اگه بخوام مبحث هایک کار من هم نیست، خب بعد یک هایک شناس به حرفا رو بزنه، ولی چیزی که من از هایک فهمیدم و بارها تو کانال خودم گفتم دوستان میدونن من خیلی خیلی روش اتفاقا تاکید میکنم، یعنی هر موقع بحث گذشتگان میشه من همیشه رو تاکید میکنم اون مبحث هایک میاره و صحبت از نظم های خود انگیخته میکنه. آره اون نظم هایی که بهش میگن سلف ارگانایز، نظمی که خودش رو به قول سازماندهی میکنه، دقیقاً ارگانایز سازماندهی میکنه این نظم که با توجه به کنش انسانیه ولی هدف انسانی نبود، یعنی انسان ها یک کنشی دارن کنار هم دیگه جمع میشن یک کاری انجام میدن و از دل این یک چیزهای مواجه میشه مثل اخلاقیات مثل حکومت مثل اقتصاد. خب یعنی چون من خیلی دیدم به خصوص توی برنامه کلاب هاوس که دوستان صحبت میکنم در رابطه با این مسائل، یعنی به اخلاق که میرسیم یهو مثلا وارد یه سری مسائل میشن که اصلا رابطه به اخلاق نداره، مثلا من مخالف اخلاق برگشتم همیشه گفتم خب یعنی توی جاهایی ما میتونیم مثلا بریم ببینیم که بله مثلا عدالت بین حیوانات هم هست، مهر مادری هم هست، ولی یه جایی نگاه میکنیم که میبینیم نه خب 180 درجه برعکس بوده، خشونت هم بوده، خب بی‌رحمی هم بوده، خب اینا هم تو بوده دیگه تو ژن ما. درسته. خب ولی قضیه اینه که این یکی از بحثایی بود که با دکتر روز خیلی سرش توافق داشتم. خب اخلاق ما نه بذار برمیگردیم به چون بحث اخلاقی یه خورده چیز تر میشه، بذار من این بحث کلی رو بگم و میگم این که این اخلاقیاتی که ما داریم میگیم خب نباید ما رو به سمت اون مرغت المرغ مرغ برسونه، یعنی توضیح نه منظورم مرغت المرغ یه مرغی هست که دیگه از هیچ تخم مرغ بیرون نیامد. خب چون عموما نگاه اساطیری ما، نگاه جادویی ما اینجوریه.
که ما فکر میکنیم که هر چیزی که داریم باش صحبت میکنیم، مفاهیم، خب دستگاه هایی که ما میشناسیم، دستگاه اخلاق، اقتصاد، سیاست، جامعه، هنر، اینها باید یک مبدا اولیه داشته باشن. ولی توی مبحث اقتصاد که میایم، حالا خود داروین هم این مسئله خیلی زیاد بحث میکنه، اونم بهش میپردازیم، میان توضیح میدن اینو که نه خیر، هیچ بنیاد اولیه ای نیست که شما برید ببینید بشکافید بگید اینجا بوده بله اقتصاد پدید اومده، اینجا بوده اخلاقیات پدید اومد، یعنی از امروز بوده که انسان ها فهمیدن باید اخلاق زندگی کنن، یا فلان دوره بوده که انسان ها فهمیدن باید مثلا حکومت داشته باشن. این ما توی تاریخ میبینیم، این یک فرگشتی داشته، دقیقا فرگشت شناختیه، خب که از این کنش هایی که انسان ها داشتن اینا پدید اومد، یعنی جای اصلاح شده، جای کم شده، جای بیشتر شده، حتی انتخاب طبیعی هم داشته، خب اینا به وجود اومدن. و هایک باید این نتیجه میگیره که از این روی اقتصاد رو شما نمیتونی بیای برنامه ریزی کنی، یعنی اقتصاد رو نمیتونی بیای پایه هاش رو یه چیزی بنا بذاری. یعنی شما وقتی میایید که یک نظم خود انگیخته رو میخواید به یک نظم بذار بگم سازمانی یافته، یعنی دست انسان میخواید خود سازمان یافته میشه سلف ارگانایز، خب سازمان یافته یعنی که من سازمانش بدم. وقتی من اونجایی که من میام میخوام اقتصاد رو سازمان بدم با نظم دستوری، من دستور بدم که قیمت باید اینقدر باشه، میگه مکافات بشری شده باشه. اینجاست دیگه میاد نقد میکنه، البته زیاد کاری هم با این چپی ها نداری، یعنی حالا اینو بگم که هایی که اونقدر چی بیکار نیست بخواد حالا فرق بوده به اینها، اون یه بحث معرفت شناسی میکنه اون کتاب، یاد نظم رو تعریف میکنه. حالا فراموش هم شده که خیلی معروف تعریف از نظم میده، از آزادی تعریف میده، اما توضیح میده که اگر شما میخواید آزادی داشته باشید باید حواستون به این نظم های خود انگیخته باشه، شما نمیتونید بیاید این نظم ها رو فکر کنید با عقل دکارتی، با عقل مهندسی میتونید بینو مهندسی کنید. در ما داریم مثلا تو جمهوری اسلامی، حالا بس میخوام سیاسی کنم تو مبحث ببرم، تو جمهوری اسلامی ما این قضیه دقیقا داریم، یه عده فکر میکنن اقتصاد یه مسئله فیزیک باید حلش کنن، یا مثلا کینزیان ها کسایی که کینزی نگاه میکنن همینجور به عنوان یه فیزیک و یه مسئله ریاضی بهش نگاه میکنن. اتفاقا هایک با این ریاضی کردن اقتصاد رو یک مشکل داره، این اقتصاد با قدر ریاضیش کردن مهندسی میشه قضیه. توی امر سیاست هم این مشکل رو داریم، مثلا من توی این کلاب هاوس هستم، بچه دوستان میان، حالا میشه دوستان تجربات خودم رو بگم، من اصلا به کلاب هاوس ارجاع میدم نیست که حالا چیز خاصی دارم، مثلا خیلی از دوستان هستم میان در رابطه با مثلا سیاست های انقلابی صحبت میکنم، خب انقلاب در ایران، خب بعدش میام با اینا صحبت میکنم، این فرد فیزیک خونده، پی اچ دی مثلا شیمی داره، بعد من همیشه میگم ببینید در رابطه با جامعه صحبت کردن شما باید معرفت شناسی جامعه شناسی رو خونده باشه، یعنی اون از مبحث جامعه شناختی به جامعه نگاه کنید. شما نمیتونین از با توجه به معرفت مهندسی و با توجه به معرفت فیزیک خب بیان صحبت کنید، خب قوانین نیوتن هستن، حالا مثلا شاید یه چیزی مثلا توی ذهنت انگیخته باشه، ولی لزوما اون مدلی که تو داری، لنزی که تو این خب آفرین، من این رو عرض کنم، اتفاقا یه بحثی که من خیلی زاویه پیدا میکنم با دوستان، حالا میگن نگو ولی خب من عاشقم بگم، تجزیه طلب یا از اون رو خودشون میگن استقلال طلب یا فدرالیست ها، اتفاقا جنگ من هم از همینجاست، این جنگ هایکیه، من همیشه شو میگم یا جنگ من جنگ هایکیه، خب به خاطر اینکه شما دارید توی مسئله پا میذارید صحبت میکنید که این نظم خود انگیخته است، این کسی وجود نیاورده. اینا میگن که زبان فارسی رو به طور مثال بریم به مبحث اخلاق هم بپردازیم، زبان فارسی رو رضا شاه به وجود آورده، این چیزی که اینا میگن، میخوام حالا واسه دوستان توضیح بدم که این قضیه هایک کجا به کار میاد. ولی میشه گفت که مثلا رضا شاه اومده یه جوری اجبار کرده که توی مدارس مثلا زبان فارسی بشه مردم ببین. زبان خودش آره یه حدی میشه واسه، یعنی رضا شاهی که داره یه کاری میکنه در برخلاف نظم خود انگیخته. نه اینا میگن که نه اصلا زبان فارسی نبود، زبان فارسی خب این اصلا درستی نیست، خب زبان فارسی رضا شاه وجود آورد، خب و ایران رو اصلا رضا شاه وجود آورد، برخلاف سلاح هاست کاری نداره، ولی من میخوام بگم که زبان فارسی خب بس اینجاست، اتفاقا همین میگم، میگم بعد اومد به زور و شلاق و چیز و چیز و چیز، حالا شما گذشته رو نگاه میکنید که همچین چیزی نبود، خب بعدش من همیشه میگم زبان فارسی خب این یک نظم خود انگیخته است، هیچ کس زبان فارسی وجود نیاورده، یک سری انسان ها یک کنش هایی داشتن که اون آوا اصوات بود، اینها کنار هم دیگه جمع شده، خب یه حالت نظاممند شده بدون خودشون بخوان، این شده زبان فارسی،
یه عده اومدن این آواها رو، این اصوات و این گرامر رو به شعر در آوردن، مثل فردوسی، مثل سعدی، مثل حافظ. خب این زبان فارسی رو انسان ها به وجود آوردن، هیچ تاریخی هم نداره، قبلش مثلا زبان دیگری بوده، حالا زبان پیدایش پیدا کرده، در کنار دیگر زبان ها یک رقابت صورت گرفته و از دل این زبان فارسی بیرون اومده. خب حالا رضا خان اومده اینجا گفته او که این زبان فارسی داره خوب کار میکنه، ما اینو ببریم تو مدرسه. یعنی این کارو کرده، اینکه زبان فارسی رضا خان به وجود آورده یا چیز به وجود آورده اشتباهه، ولی اینکه مثلا میگین تحمیل شاید توی اون بشه استدلال، بازم فکر نمی، یعنی من اونجوری دارم نگاه میکنم به اون شیوه نیست. یعنی نمیشون آدم نگاه میکنه مثلا شما نظامی میگه که مثلا میاد به فارسی شعر میگه نظامی توی غرب ایران، خب بعد ما نگاه میکنیم مثلا میبینیم با کلی شاعر داریم تو جنوب ایران، خب توی شرق ایران مثلا خارج از ایران نه کنونی. خب آفر اتفاقا خیلی هاشون تو اصلا توی خطه آذربایجان شمال، اصلا شمال خزر بودن، اصلا در حال حاضر هم جز آذربایجان جزی رو حساب نمیشن، اینا بازم به فارس شعر میگفتن، کس اینا مجبور نکرده. اینجاست که اون مسئله نظم خود انگیختن میاد وسط. این افراد کنشی داشتن، بدون هیچ چیزی داشتن کارو میکردن. الان تو دارالفنون مثلا زمانی که درست امیرکبیر درستش کرد دارالفنون، خب اون زمان مثلا فارسی درس نمیدادن به نظر تو؟ احتمالا زبان رسمیش هم شاید فارسی بود. خب دیگه به قول شاعران مثلا به فارسی شعر نمیگفتن، کسی اینا مجبور کرده؟ البته این نظم خود عمیق اینجاست، این اینجا کار میکنه، اینجاست که شما میان حالا خط کشی میکنید میگی نه فارسی یک نفر وجود آورده، این زبان فلان این فلان، بعد گند میزنی که نه مثلا گند بار میاد چیزی که پایش میگه، میگی که بله گند شما میزنید، بعدش هم میگین که درست کار نکردین، نظری اصلی نداره. من خلاصه کنم میگم زیبا بود اتفاقا با تفکراتی هم که خب اخیرا اتفاقا خیلی دست خیلی تحت تاثیر همین اقتصاددان های مکتب اتریش این تغییراتی که توی ذهن من وجود اومده توی همین سال اخیر هم به وجود اومده. میتونم اگر مثلا در مورد تغییرات سال اخیر هم صحبت بکنم، در مورد همین تغییرات صحبت بکنم که در پی آشنایی من با این مکتب زیبای اقتصاد اتریش به وجود اومد و اینها هم که میگه خیلی با روح و دل من داره بازی میکنه و خیلی حرفهایی رو که بهش فکر کردم، چیزهایی که بهش فکر کردم رو داره بیان میکنه. مثلا یه جاهایی یه چیزهایی گفتی که من خیلی راحت با همدلانه لبخند زدم، ولی اگر که شاید توی اندکی کم قبل از 2021 یا توی خود 2021 با هم در مورد صحبت میکردی مثلا نه 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 نه، زمانی که مثلا در مورد چپاتی که ای پروندی و اینها من با تو لبخند زدن، در شده که من خودم رو خیلی واقعا نزدیک به مارکس میدونستم، ولی میتونم بگم که توی سال 2021 هر گونه سلول چپگرای اقتصادی توی من بود مرد، الان جایگزین شده با سلول دیگه. در واقع اینها میگن سلولای بدن دو سال طول میکشه جایگزینشون پیدا بشه و میگم میکنم توی این یه چیزی کمتر از دو سال آشنایی و حتی کمتر از یک سال و در عرض چند ماه اقتصاد آشنایی من با مکتب اقتصاد اتریش باعث شد و زمینه های دیگه که حالا قبلا داشتم که ببینم اصلا یه جور دیگه میشه به دنیا نگاه کرد، که اون تفکر آنارشیستی که من به عنوان یه ایدئال میدیدم و فکر میکردم که میتونه با اندیشه های مارکسیستی قرابتی داشته باشه، میبینم که اصلا در تضاد هم بودن، که قرابت هم نداشتن، قرابت که نداشتن هیچ، در تضاد هم بودن، چون که مارکسیستی سیستم مرکزگرایی میشه و من نمیدونم چجوری من هم اون عقیده رو داشتم و هم آنارشیسم به عنوان ایدئال میدیدم. یعنی یه جوری واسه خودم حس شرمندگی داره که چرا من این تناقض رو نمیدیدم. نه میدونی چرا محمد خب این نه این تو نیستی. خب اصلا خود آنارشیست های بزرگ فکر میکردن که با مارکسیست خیلی میتونن دور باشن با هم نامه رد و بدل کردن. این من همیشه گفتم، یعنی من در رابطه با مارکس من صحبت میکنم، خب همیشه من این رو میگم، خب خیلی خوبه که آدم برن مارکس رو مطالعه کنن یا نظر تو مارکس رو دنبال کنن، ولی باید حواسشون توی خاطرشون باشه که این نظریات یک ظاهر فریبنده ای داره. خب این شما هیچ تئوری دیگری نمیدید، توی دین هم نمیبینید، جدی میگم شما دین رو باز نمیبینید، شما دین رو باز میکنید، خب بزنید بکشید بزنید قتل عام کنید، خب اوکی ما خدا خیلی مطلق است، خدا فلان است، بخشنده و مهربان است، اوکی اینا نابود کنید، زنان مردان بر زنان برتری دارن، اینو مشخصه، خب اصلا هیچ ظاهر پریبنده توش نیست.
خب فقط کافی شما رو سوگیری داشته باشی اونجا مثلا میگی خب من خب مثلا خوباشو پیدا میکنم من کاری ندارم اونجا گفتم مثلا زمان بر مردم بر زمان برتری دارن دو به سر آقاسا و اینجا من کار کاری ندارم خب من خوبه جدا میکنم گفت لایک رو بدین من همین برنامه رو تماشا کنم به سر انگلیسی هم چری پیکینگ دقیقاً من همین رو میگم خب چری چری بعدش ولی در مورد مارکس اینطوری نیست این ظاهر فریبنده ای داره یک ترسیمی از یک دنیایی میکنه خب که خیلی جالبه دنیای بی طبقه دنیای برابر دنیایی که انسان ها هم میتونن ماهیگیر باشن مثل نقل خودش رو در کتاب میتولوژی آلمانی که میتونن ماهیگیر باشن میتونن کتاب بخونن میتونن نقد کنن میتونن مثلا کارگر بشن خب و دنیایی که درش فرق نیست همه مشکلات بشری حل شده خب جالبه دیگه بعد به آخر دنیا پاس نمیده این رو میگه این وقوعش نزدیکه این رو شما در کشورهای سرمایه داری مثل انگلستان آلمان و فرانسه و آمریکا میتونید ببینید یه همچین چیزی میگه خب یعنی این نیست که مثل مثلا ادیان بگه مثلا حالا بیستی تا یک اصلا روی خاک این اتفاق نمیفته توی دنیای دیگه توی عالم دیگه خب این که تو همه خاک اینش خیلی فریبنده است واسه همین من عمر وقتی صحبت میکنم با دوستان که مثلا تئوری چپ رو دنبال میکنن وقتی این رو بهشون میگم که مارکس به راست چی داره میگه تعجب میکنن اولش انکاره نه این چی میگه اصلا امکان نداره مارکس هم چرت و بزنه بعد چیز دومی که میارم سند میارم میگم بله اینجا مثلا این صحبت کرد این عبارت خود مارکس میگن نه احتمال بعد ترجمه شده میگم خب اوکی آلمانیش رو نگاه کن دیگه زبان مادری خود مارکس آلمانیش من نگاه میکنم میگم این گفته اینو گفته اینو گفته اینو گفته اینو گفته بعدش میگن که نه این بعد تفسیرش کرد میگم خب تفسیرش کو ببین کی اینو چی رو تفسیر کرده میگم بررسی میکنن لنین رو مثلا خود انگلس رو برقم نگاه میکنم میگن که نه بابا همین چیزی که میگن درست یعنی بارها تجربه کردم برید دوستان ولی بعد خیلی حواس جمع بود که این نظریات مارکس اقتصاد دستوریه خب این خوب اشاره کرد دقیقاً یک اقتصاد از بالا به پایین مارکس میگه برای اینکه جوری فقر رو بگیریم یه دولت باید بره اون بالا از جنس کارگران بیاد بگه که به صورت خیلی خلاصه کی به قولی چقدر باید تولید کنه خب این کارخونه چقدر باید تولید کنه چه مقدار باید تولید کنه خب مثلا چه اندازه‌ای خب چه حجمی خب چه اندازه‌ای و کی باید بره تولید کنه این رو به چه قیمت عرضه فروش این تمام شد این خود دستور یعنی از بالا پایین دیکته میشه و به طور مثال عرض کنم واسه دوستان که بارها این رو گفتم تو شوروی محمد گفتن که هر کارخونه بر اساس متراژ شیشه مترش خب بهشون دستمزد میدن خب حسن دن چی شد توی کارخونه شیشه سازی شوروی نازوکش که هرن از دقیقه همی کار کرد خیلی خوب فهمیدم خیلی جدی میگم خیلی خوب فهمیدی دیگه داره شیشه رو به قدر نازک کرده بودن عزیزان انگار تخت روی بخاری بود حتما دقیقاً اینو انقدر اینا رو به قولی نازک کرده بودن که قابلیت جابجایی نداشتن شیشه 3 در مثلا 2 متر خب قوتش نمیدونم چقدر بگم خب به اون قدرت خیلی کم بعدش خب میشکست دیگه خب گفتن که اینطور فایده نداره ببینید میگن این چپی ها من عرض کنم میگن که محیط زیست صرفه‌جویی یعنی این هدر دادن مال ملت همش مال ملت آره مال ملت مال صاحب کارخونه هم نبود که میگن شیشه خودش بود دوستا اصلا بده تو آب خب هزینه محیط زیستش هم میده خب دوستا اصلا همش رو بده تو کوره بسوزونه خرابش میکنه مال خودشه دیگه اصلا ربطی نداره پول مردمه آره این پول مردم خیلی مهمه بعد گفتن که بر اساس وزن ما هزینه کارخونه رو رئیس کل سر بدن ها سر بدن شما دی بریخت نه خوش میگم تو بزن حس درست هست قرضی یعنی اینو بعدش حس بزنی خب اون نازک بود این قبولش کردم دقیقاً شیشه ها رو به قلی قطور کرده بودن که میتونه جا به جاش کنه احتمالا زده گلوله رو همونجا اختراع کرده بودن نمیدونم شاید شما ببینید خب آقا تو زده گلوله اختراع کنه چون خود علم داره علم هم در جهان اصلا در جهان ما سوسیالیست ما علم نداریم چون علم هم یک بستر بازار داره خب آفرین یعنی تو میری یک نظریه میدی میگه خب من بابت این نظریه پولی به من میرسه یک شهرتی میتونم به دست بیارم بعدش این نظریه وارد بازار میشه و جواب میده یعنی باشه کارخونه تولید میشه مثلا دقیقاً یه اتفاقی باش میفته اصلا فون میسس قبل از اینکه پایان
کمونیسم و اقتصاد مرکزگرا بخواد رخ بده، میاد پایانش رو پیش بینی میکنه. دقیقا به همین دلیل میاد میگه که یه بحثی هست که خیلی دا مطرح میکنن که خب اگر که قرار باشه همه یه مقدار پولی بگیرن، خب انگیزه از کجا میاد؟ این یه بحثی هست، ولی جالب اینه که میسس حتی به این نگاه نمیکنه. میگه قضیه اینه که ما بازخورد از بازار نمیگیریم. دولت میگه که نکن بر اساس متراژ من بهت پول میدم. میاد میکنه نازک نازک، خب میگه پول از دولت میگیرم، ولی اگر این شیشه بره توی بازار یه مترش هم کسی حاضر بخره؟ نه. ولی این داره این پولشو به دست میاره، یعنی کارخونه داره این پولشو به دست میاره و اون کارگرها دارن کار میکنن و یه کار بسیار بیهوده اینم دارن انجام میدن. ولی وقتی که بازار وجود داشته باشه و بازار اون بازخورد بده که وقتی شیشه رو تو اینجوری ساختی کسی نخره، من نمیخرم، پس اصلا اون شیشه رو دیگه نمیسازه. این آره توی علم همینو داریم دقیقاً. توی علم هم دقیقاً یعنی اون تئوری درست باشه کار کنه، خب میتونه بره تو کارخونه شیشه سازی یا تولید شیشه اون نظریه خودش رو اعمال کنه، بعد نظریه میره تو بازار ببینه آیا این باعث شد مردم خرید بیشتری انجام بدن، بعد میبینن بله میگن نظریه تو درسته. پس خب مثلا به طور مثال همین شیشه زده گوله کی گفتی، خب این نظریه علمی پشتش اینطوری که شیشه درست کنم برم با تیر بزنم بیان رد میکنی یا نه، اینا باید بیان حساب کنن مثلا اون به قولی نفوذ پذیری اون فشنگ رو تیر رو به قولی بعد توش توری بعد بذارن مثلا سر بریزن، این نظری علمی. ولی خب نظری علمی موقعی که توی بازار بره و جواب بده میتونه، اگر این شیشه ضد گلوله نباشه، اگر این شیشه و برای خود کارخونه هم اتفاقا باید سودده باشه، باید هی بره دنبال روش های کارآمدتر، آسیب رو روی محیط زیست کمتر بکنه، یعنی میتونه برای جامعه بهتر. بعدش یه چیزی بگم شاید جالبتر باشه، اینو آقای طبیبیان، دکتر طبیبیان یک اقتصاددان حالا برجسته ایرانیه، خب این زمینه تان کتاب زیاد نوشته، این در رابطه با کفش ملی ایران میگه باز زمان شاه ایرانی‌ها یک بازار خیلی خوبی توی شوروی دوستان داشتن، این کفش ملی ایران این بازار خیلی خوبی داشت. ببینید دلیل چی بود؟ شاید خیلی قیمت پایینی داشته اون. خب نه اتفاقا قیمتش هم خوب بوده، خاطر اینکه اینا به اون سازنده های کفش توی شوروی گفته بودن که بر اساس وزن بعد شما کفش بسازید. آه اوکی، پس هم اوکی. خب اینا اومده بودن فقط کفشای با سایز بزرگ درست می‌کردن. شما فکر کنید مثلا به اندازه 10,000 کفش اینا مواد اولیه داشتن، خب اون میگفت که بر اساس وزن بعد درست کنیم، خب اوکی همه رو سایز 45 می‌ذاریم خیال خودمون راحت می‌کنیم. اصلا مهم هم نیست که شاید 75% جامعه اصلا سایز 45 نباشه، الان مثلا 45 سایز از این بابت کفش ملی ایران خب بازار خوبی توی شوروی داشت. چرا؟ چون بازار همه سایزش پیدا میشد. اینه بسه کلی. این سیستم کمونیستی، مارکسیستی، سوسیالیستی همینه، چیزی که اینها میگن در باب اقتصاد همینه دیگه. حالا تو مبحث جامعه هم چیزی دارن خب که مولدش همین اقتصاد دیگه. حالا این که میره روی رأس کار میگه چه ایرادی مثلا داشتون تو کفش بزرگ بپوشی، میتونی لاش کاغذ بذاری پای پات سایز کارآمد بسازی. خب نه کارآمد نیست، بلکه در عوض تو به جامعه داری خدمت میکنی. خب آره دیگه، میگه تو با این کارت میگه از جامعه کمونیستی کفشی رو میخری که پات نیست، ولی با زجر و بدبختی و بیچارگی اینو از اندازه پای خود در میاری، ولی اعتراض نمی کنی، تو انسان بسیار خوبی هست. بعد با این اندیشه میخوام بهشتم روی زمین بسازن. خب دقیقا، ولی خب اون اون اندیشه هایی که خواستم بهشتی روی زمین بسازن جز جهنم این اصلا. حالا چه تو زمین چه این که بخوان تو رو حتما به بهشت بده. خب هر دوش نه همیشه این رو گفتم، حالا دوستان میدونن شاید هر تکراری باشه، من از سروی رو همیشه نقد کردم دیگه، از کی؟ سروی که از آنارشیست های معروف آمریکایی، خب اینو میلتون فریدمن از اون داره نقد میکنه توی کلیپ خیلی معروف، میگه خدا ما رو از آن مصلح بی ریا، خب که به قول ریاهی درش نیست، حفظ کند. نه خدا ما رو از اون مصلح بی ریاهی که میداند خیر ما در چیست و به نام خدا ما رو به انجامش مجبور کنند حفظ کنند. آها اوکی اوکی. خدا پرست بودم، خدا اعتقادی ندارم، ولی خب واقعا خیلی جالب میگفت.
میگفت انسان مسلح، یه انسانی که به قولی بیشیلی پیله است، حتی بیریان. آره خب دقیقا میاد مثلا میگه من به اسم خدا میخوام شما رو به قولی به بهشت ببرم، من خیر شما رو بهتر از خودتون میدونم. میگه اون واقعا خیلی دیگه داستان بدی میشه. آره این داری داشتیم تو ایران آقای خمینی دیگه میخواست آره ما رو به بهش بذاره. آره دیگه، خب الان آیت الله میگن که ما خیلی شما رو بهتر از خودتون میدونیم. خب اتفاقا بود این بحث هم با خود آقای روحانی شده بود رئیس جمهور پیشین که گفته بود که دولت اصلا چه کار به بهشت مردم داره، که از این روحانی بود نمیدونم خودش گفت میکنم گفته بود، نه روحانی گفته بود که دولت کارش نیست که مردم رو بهشت ببره، و علم الهدا گفته بود که اتفاقا این کارمون اینه که بهشت ببریم. خب این یک انسان مسلح، یک انسانی که خیر ما رو به ترس کنه، حتی اگر که ریاکارم نباشه باز آدم با خداوند ما را از شرش همینه. یعنی موقع که ما میایم این اندیشه چپ رو نگاه میکنم اتفاقا انسان خیری بودن، خب نگاه های بسیار خیلی هم داشتن، انسان خیلی خوبی هم بودن، به فقرا کمک میکردن، ولی عموما اون خیر اندیشیم اندیشه خیر دلیل نمیشه که ما کار درست داریم انجام بدیم. خب یعنی اون که حالا نمیخوام بحث خیلی گسترده تر بشیم، پس همین در تکمیل حرف دیدم که توی انگلیسی هم میخوان چیز چیز رو میگن، حالا ممکنه یه واژه دو واژه اشتباه میگن، the way to hell is paved with good intentions، راه جهنم با نیت های خوب کاشی کاری شده ساخته شده. اینو میتونم فهمم همچین، یعنی فقط همین خواستم بگم از همین جا خیلی دقیقا توی کلیپش هم عینن این حرف همین رو میگه، دقیقا همین رو میگه بعدش از سرونه دقیقا این رو میگه که من جوری تو زن همین سال دقیقا همین رو میگه که راه جهنم با سنگ فرش های خیر با نیت خیر، دقیقا این نیت مهم نیست، مثلا شما میتونیم بگیم مثلا مارکس نیتش خیلی بوده، لنین خوب بوده، استالین نیتش خیلی بوده، ولی کاری که کردن توی جامعه این چنین نیست. و حالا نمیخوام بحث رو خیلی گسترده تر کنم، حالا سر دوستان رو درد بیارم، سر تو هم به درد بیارم، ولی یه مبحثی هست به نام خیر و حق. خب اون چیزی که توی جهان لیبرال داریم، خب اون برتری حق نسبت به خیر، خب یعنی خیر پایینه و حق بالای همشه، ولی تو جامعه ایران، جامعه سنتی، جامعه های اسلامی خوبه. اون خیر جامعه مهمه، یعنی میگه به خاطر خیر جامعه من میتونم در یک ماه خاص وقتی تو داری مثلا آب میخوری بیام تو رو بگیرم سوار ماشین کنم ببرم دادگاه و قاضی حکم تو رو شلاق بزنم به خاطر خیر جامعه، ولی توی جامعه لیبرال اینجوری نیست. خب به خاطر حقوق اون فرق میکنه، یعنی اولین سال آیا این فرد حقوق از کسی سلب کرده؟ خب باعث به قولی نمیدونم کم شدن یا زیاد شدن حقوق کسی شده، به کسی زور گفته، میگن خیر، میگن پس به چی دلیل میخوایم پرون باز خواسته؟ ولی تو جامعه اسلامی خیر خیلی مهمتره. حالا این خیر رو خیلی وقتا ما تو درس منافع مثلا ملی میبینیم، در منافع اسلامی آره آره همین که میگم که آشنایی من با همین مکتب اقتصاد اتریش خیلی چیز بزرگی بود و منو دوباره میتونم بگم برگردون به آنارشیست و یک آنارشیست درست. و یه البته چیزایی بود که قبلا درست گرفته بودم و با یه مکتب دیگه آشنا شده بودم که خیلی باش ارتباط برقرار میکردم و این جنبه اون این به اون جنبه از من مربوط میشه که خیلی به کامپیوتر علاقه داره و به چیزایی به اصطلاح توی انگلیسی میگیم نروی، چیزایی که همش به کامپیوتر و کتاب و مثلا کار داشته باشه. وقتی که با چیزایی مثل بیت کوین آشنا شدم، با کلاً نرم افزارهای کدباز آشنا شدم، دیدم با خود مبحث حالا کریپتوگرافی یا رمزنگاری با چیزی آشنا شدم و کسایی که خودشون رو به عنوان کریپتو انارکیست معرفی می‌کنن، یعنی آنارکیست معرفی می‌کنن. آها باشه. و این به نظر من خیلی درست بود، خیلی با عقل جور در می اومد و اینو در پس ذهنم داشتم و در این حال این خیرخواهی چیز شاید مارکسیست بود که مارکسیستی بود که برای من جاذبه داشت، ولی دیدم که یه جاهای اینها با هم در تضاد بودن. و بعد وقتی که من با اقتصاد اتریشی آشنا شدم، با تفسیرهای میسس حالا بیشتر آشنا شدم، با فونهای کمتر، فهمیدم که چقدر اون آنارشیسم امکان به وجود اومدنش فراهمه و اتفاقا چقدر میتونه با چیزی که من فکر میکنم در تضاد هست، یعنی با کپیتالیسم که من یه زمانی اون رو فوش میدونستم، ناسزا میدونستم، فکر میکردم که کپیتالیسم حتما یه چیزی هست که
نیاز به اصلاح داره، ولی میبینم که چقدر با هم سازگارن، اصلا یه جوری طبیعت جامعه است و تو میتونی طبیعت و اون چیزی که بازخورد بهتری داره و در آزمون بازار پیروز میشه اون رو انتخاب بکنی و به کمک اون جامعه رو در جهت بهتری پیش ببری. و این یکی از تغییرات بزرگ من بود که خیلی توی این یک سال توی فکرام تغییر ایجاد کرد. خب آره جالبه. من راستشو بخوای در رابطه با تغییر این چنینی توی ایران که بودم، آخه من این کلا یه خورده مباحث فلسفی رو دنبال میکنم تا اونجا کلا سوادم برسه، بیشتر از اون جنبه به مباحث نگاه میکنم، جنبه فلسفه که فلاسفه چی گفتن، زیاد این حرفای مارکس توی کت من نمیرفت، با اینکه بگم مارکس هم خیلی خوب نخونده بودم، در حد مثلا یه ماتیاس دیالکتیک و تاریخی و مباحثی که اینجوری کرده بود، حالا دست گریخش سایه توی تاریخ فلسفه توی کتب یالا دستمون میرسید من مطالعه میکنم که چی گفته به طور کلی، ولی زیاد باش همدلی نداشتم چون اون فلسفه رو خونده بودم، میدونستم یه چیزی که میگه خیلی جاشیرات داره، مثلا کم و کسری زیاد داره توی مثلا مباحث علمی، خب خیلی کم و کسری زیاد داره، مثلا مثلا شما اگه مارکسیست باشی دیگه بخوای بیا بگید استقرار چیه قیاس چیه خود مشکل برمیخوره، چون نمیتونی توی دیالکتیک ببرید تز و سنتز و تز توش در بیاد، این مشکلات خیلی خاصی داره، کاری نداریم رو مبحث معرفت شناسی مارکس. خب ولی من اصلا کلا همدلی باش نداشتم، یه جاهای آره مثلا اوایل کار مثلا خیلی خوشم میومد میخوندم مثلا فقرا سرمایه داری، ولی با اینکه از مارکس خوشم نمیومد یک نگاه تقریبا منفی به سرمایه داری داشتم، یعنی چرا دروغ بگم داشتم نگاه منفی داشتم، تا شاید بشه گفت مادم آلمان این اتفاق افتاد، مادم آلمان پیچیدگی نظام حقوقی و قضایی و دادستانی و دیگه بگم دولتی و حکومتی و اینا رو که دیدم گفتم بهتره دیگه دوباره برگردم اون فلسفه رو حالا توی اون مسیر فلسفه سیاسی دنبال کنم. حالا برای من جذابیت پیدا کرد از هم، حالا توی دوران دبیرستان اینا که اصلا جاذبه ای نداشت و شاید توی دوران دبیرستان با یه ذهن تحلیلگرانه تری بهش داشتم نگاه میکردم، ولی توی دوران دانشگاه شاید یه مقدار جو دانشگاه هم بود، یعنی هر دوست صمیمی دارم بعضیشون همچنان خودشون رو مارکسیست یا ضد سرمایه داری میدونن و دوستان بسیار صمیمی من از همینجوری هم باشون دوستم و با هم گرم میزنیم، مثلا همون رفیقای قبلی هستیم، یعنی چیزی که هست محیط دور من هم توی دوران دانشگاه بسیار ضد سرمایه داری بود و فکر میکرد و منو کنجکاو کرد، و وقتی که اومدم با اون کنجکاوی نگاه کردم بیشتر بهش فرصت دادم، این فرصت دادن بیشتر باعث شد که مارکسیسم یه فرصتی رو داشته باشه که بخواد خودش رو به من بقبولونه، در صورتی که حالا من حتی تقریبا اخیرم اینجا اصلا از ایران اومده بودم بیرون که خب خود کتابش رو حقیقتا نخوندم، اما درس گفتارهای هاروی رو باهاش گذروندم که یکی از دیوید هاروی و من باید به مارکس خیلی زمان بده که وسط با عقل جور در بیاد، ولی اونم با چیزه، با فشاره، یه سیستم رو درست میکنی که خودتو داری مجبور میکنی به حرفش گوش بدی، یعنی به خاطر ذهن باز بودن بهش زیاد فرصت دادم، وگرنه از همون مبحث اول که داره توضیح میده که حالا میاد میگه که مثلا یک کالا این بر معادله با اون بر برابره و در واقع از اون بر به اون بر معامله نیست، تو همین قسمتش هم میبینی باید خیلی آره. خب مارکس اعتقاد داشت که وقتی انسان ها با هم چیزی رو تبادل میکنن چیزای یکسانی رو با هم مبادله میکنن، اعتقاد مارکس این بود، یعنی میگه اگر من این گوشی رو بدم به تو مثلا یه پیاز بدی به من، ما یه چیزای یکسانی داریم با هم مبادله میکنیم، خب بعد سوال اینجاست که اگر دارم یه چیزای یکسانی دارم با هم مبادله میکنن از لحاظ ارزشی، خب چه مبادله میکنم پس؟ خب یعنی اگه من حالا اینطور مثال میزنم، میگم ارزش 10 تومن نون خب واسه من بیشتر از 1000 تومنه، من 1000 تومن رو میدم چون اصلا ارزشی نداره، ولی اون 10 تومن نون واسه من خیلی بهتره، اونم میگم اون نونوایی هم که داره این کار انجام میده اون 1000 تومن واسه ارزش بیشتری تا اون نون داره،
واسه همین این میشه مبادله. خب اینا فکر کنم از ارسطو وام گرفت اگر اشتباه نکنم. و مشکل دیگری که مارکس داره که خب تو گمون کنم میخوام بری به همون قسمتی که من میخوام برم. خب مطمئنم که مارکسیست ها دارن خب قضیه خدمات دیگه. آها چیزی که اینا در نظر نمیگیرن، مثلا ما چیزی که توی اون شاخص کلی اقتصاد در کشورها داریم یه بخش بزرگیشون خدماته. چقدر که شرکت خدماتی داره کار میکنه، سرویس میدن به مردم. الان من فکر نمی کنم مثلا ما تلگرام بتونیم شرکت به قولی تولیدی در نظر بگیریم. تلگرام من این امکانش رو امشب فهمیدم که خب خراب بریم اتاق نشستیم ویدیو هم داریم ضبط میکنیم. آره من نمیدونستم این کارو میشه کرد. خب شرکت خدماتی دیگه، خدمات میده، چیزی تولید نمیکنه دیگه. خب یا مثلا فیسبوک، فیسبوک چیزی تولید میکنه. و بزرگترین شرکت اون الان چیه بگو اسمش؟ این دو تا از شرکت آمازون یا اپل. خب آفرین، آمازون که شرکت خدماتیه. خب این مارکس ها نفهمیده بودن که اون خدماتم کار میکنه، اون خدماتم اتفاقا میتونه بیاد آمازون بشه. تازه دنیای مدرن، دنیای خدمات به شرکت خدماتی نیاز داره. اتفاقا دنیای مدرن دنیای خدماته، ولی اون نه که به خاطر اینکه تحت تاثیر انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی انگلستان قرار گرفته بود، اون همه چیز رو فیزیکی میدید. یعنی میگفت یه چیزی باید باشه بزرگ، خب بینیم تو کالا یه چیزی مثلا گردی باشه، مثلا توی ماشین جا بشه روغن روش بریزیم بینیم شو مثلا کالا، مثلا این میشه چیز. آره این تحلیلش اینجوری بود. آره من میگه که حالا ارزش هر چیز برابر با اون مقدار کاری هست که روش انجام شده. دقیقاً. ولی خب مثلا شما بیا نمیدونم یه چیز بی‌معنی رو درست بکن، یه خشت چه می‌دونم 10 درده رو درست بکن، زمان زیادی هم روش به کار رو بده، این که بهش ارزش نمیده وقتی که فقط صرفاً کار کنه. این باید در واقع باید اینو بگم این حرفت خیلی درست بود، این پروسه بیشتر بهش خواب شون خیلی خوب تعریفش کردی. این رو مارس از آدام اسمی و دیوید ریکاردو برمیداره. اتفاقا اومده بود از این به قول اقتصاددان ها و اون فلاسفه حالا لیبرال و طرفدار بازار آزاد یا تئوریستیان بازار آزاد این قسمت های بعدش رو برداشته بود. خب بعد های اقتصاد اتریش میاد توی این مبحث آدام اسمیت رو رد میکنه. این ارزش کاری که گفت داره بازش بود. چیزی که برداشت من توی حال این مدت کمی که مطالعه داشتم اینه که حالا نگاهی که اقتصاد اتریش بهش میکنه، مکتب اقتصاد اتریش بهش میکنه، میگه که ارزش چیزی هست که ذهنیه. تو نگاه میکنی به اون جنس، این آجر 10 در 10 سنگین شاید هیچ به درد تو نخوره و هیچ ارزش، ارزش رو صفر میشه هر چقدر هم کار روش انجام شده باشه. ولی یه چیزی مثلا یه آبی هست که یه نفر داره کار آنچنان هم روش انجام میشه، اون فرد داشته میرفته این آبم باهاش بوده، تو توی کبیری هستی، ارزش این آب برای تو یه ارزش خیلی بالایی هست، چون ذهن تو هست که داره این ارزش رو اسناد میده به یک چیز. و بعضی وقتا این ارزشه به صورت چیز میشه، به صورت یه جوری توی کل جامعه تقریبا یه نگاه یکسانی به یک چیز میکنن، مثلا طلای به یک شکل نگاه میکنن، یه ارزش تقریبا یکسانی میدن. این همون میشه همون نظم خودخواسته که خود آره خودخواسته آره نه خود سازمان بخش خود جوش آها خود جوش خود جوش آره خود سازمان یافته خود انگیخته آره خود انگیخته خود سازمان یافته آره نمیشه گفت آره خود انگیخته ای که این آره بازاری میدونی چرا این چه میدونی چرا مارکس حرفو میزنه؟ میخواست انتقام خودش رو از سرمایه‌دارا بگیره. یعنی اومد اون تئوری رو روش دست گذاشت، خب که توی اون تحلیل اون تئوری تو به این نتیجه میرسی که سرمایه‌دار انسان خیلی بدی هست. میگه که یه کالا ارزشمنده به خاطر اون ساعت کاری که روش انجام شد. درسته؟ اینو میگه دیگه. آره. اگر این صادق باشه، با من روی حافظه دارم میگم، شاید این عبارت مارکس تو ذهن نباشه، اگر این صادق باشه نشون میده که اون سرمایه‌دار داره کاری فرد داره میدوزه دیگه. میدونی؟ یعنی در واقع داره میگه که اون کارگر همه کارو داره همه کارو داره میکنه، ولی بعدا موقعی که نقدش کردم متاسفانه فراموشم شد. در دوران خودش چقدر این آقا رو نقد کردم و در موردش فحش بعد ایران میداد. آره بابا این چه نیاز آدمی بوده؟ یعنی نقدش میکردن این من بهشون فحش میداد، شما سری دومن بورژوای فلان 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 شده. خب میگه نشد جواب مارکس دیگه وقتی بوده توی مارکسیسم ما داریم اینا اینو میبینیم، کمونیسم داریم میبینیم. خب بعد اینو میخوام بگم، ولی من نقدش کردم گفتم ببین
این تئوری که تو داری میگی اگر هم درست باشه، اون کارگر بخشی از فرایند تولیده، همه اون که نیست، خب که تمام حق و حقوق رو باید به کارگر بده. اصلا یه جایی شما فرض کن که یک ماشین یک کالایی رو بسازه، هیچ کسی هم دخالت نمی کنه، اولش اومدن یک کارش رو انجام دادن، حالا این ماشین میگه اینجا خدمات وجود داره، تو داره ازش استفاده میکنی و همیشه ذهن انسان برای ارزش رو به این نسبت میده و تو زمانی که این اتفاق داره میفته این کالا ارزش داره، مهم هم نیست که چقدر کارگر داره روش کار. خب حالا این مارکس چی میگه؟ مارکس میگه که وقتی ماشین جای کارگر رو بگیره، خب وسع کارگران میاد پایین و ما با یک افت بسیار شدید مثلا نیروی کار و بدبختی بیچارگی مواجه میشیم و حتی انقلاب هم توی این بازه زمانی میبینه، یعنی اون دوره‌ای که کارگران به خاطر وجود ماشین خب بخوان از چیزی در برن، ولی خب توش کاملا اشتباه از اشتباه در انگلستان در آلمان همه کار ماشین داره انجام میده، بعضی کارگران هم خیلی بهتره، خیلی بهتره. یعنی چقدر خوبه که من نخوام یه سنگ بزرگ روی دوش خودم بزنم این کار ماشین بکنه، من دکمه هاش فقط بزنم، خب این فری چقدر زندگی واسه من راحت تر میکنه و چقدر کار سریع تر میشه و چقدر کالا راحت به دست مشتری میرسه. و نگاه بکن حالا من کاری بحث اخلاقی ندارم، خب چون من خیلی جا هستم، حالا تو خود هایک هم میزست بعدش میاد نباقی موقع کسی بحث اخلاقی رو دوباره میکنه، اتفاقا یکی دوباره دعوا میکنه با این اقتصاددانان، فکر کنم تو سوئیس بود اگر اشتباه نکنم، حواس اخلاقی رو وارد میکنن، بلند میشه میره. پس شما... با ما دعواش میشه با بلاره بلاره شما ما چپی هستی، خیلی معروف اینو چیز میتونه من نقد کنه، تو خاطری داره با میزست، میزست اومد یه چیزایی گفت و بعدش ما میگه خورده به شیرات گرفتی، گفت نه شما اصلا حرفاتو غیر علمیه گو گذاشت رفت، گفت شما چپی هستی من کاری ندارم، واسه شوخی گفتم. ولی بس کار نیست، اگه بخوایم اخلاقی هم به قضیه نگاه کنیم، اون کارگری که 100 کیلو بارها روشونش بعد بگیره حالا اون کارو دستگاه میکنه، این اخلاقیه؟ خب اون کارگر داره دشمن رو میزنه، خب یا اون اخلاقی که اون کارگر بره زیرش حالا کلش هم کنه ببرش به زور، حالا یک متر داره 50 کیلو 100 کیلو هر چقدر هست، به نظر من اون اخلاقی تره موقعی که اون کارگر داره فقط دشمن رو میزنه، اون دستگاه میاد 100 کیلو آره. میکنه آره. و ببین اصلا همین زندگی راحت تر شدن باعث پایین رفتن قیمت میشه و این وسع افراد بیشتر اتفاقا به اون میرسه. ببین من یه اتفاقی که اصلا با عقل جور در نمیومد واسه من، با وجودی که توی دوران نوجوانی می اتفاق افتاد، دوران دبیرستان این اتفاق افتاد که دوره اول همین آقای احمدی نژاد بود که اومد یه کاری بکنه که اشتغال ببره بالا از اون راه حله عجیب غریبا، اومد همه نونوایی ها رو دستگاه هاشون رو، حالا دسته کم توی استان فارس که من دیدم همه این دستگاه رو عوض کردن، دستگاه های نونوایی رو خراب کرد، یه مدت یه سری نونوایی های به نوبت تعطیل می شدن، دستگاه رو خراب کرد، یه دستگاه دیگه ای گذاشت که اون دستگاه یه دونه کارگر بیشتر می خواست که اینجوری کارگر بیشتر اشتغال داشته باشه و با این کارش میخواست اشتغال داشت. اول که شما اومد این نونوایی رو تعطیل کردی مدت، بعد یه دستگاهی بوده بهاش پول پرداخت شده بوده، شما این دستگاه رو داری میندازی بیرون با وجودی که اون دستگاه شاید میتونسته توی همون مدتی که داره کار میکنه کلی از اون هزینه‌ای که به پاش رفته رو جبران بکنه و یه سری افرادی راهشون دور شده بعد میرفتن یه نونوایی دیگه. حالا بجز این یه کارگر دیگه یه حداقل حقوقی داره و این حقوق رو باید کارفرما بهش بده و باعث میشه که هزینه تولید افزایش پیدا بکنه. هزینه تولید که افزایش پیدا میکنه که منی که میخوام برم نون بخرم، شاید اصلا خیلی همین نون گرون شدنایی که توی دوران دانشگاه توی دوره دوم آقای احمدی‌نژاد دیدی و اینا، یه سریش اصلا بجز همه اون سوء مدیریت های دیگه، یه سری شاید نتیجه مستقیم همین یه دونه عمل باشه. نه خب راست میگه اون کسی به قول معروف اون کسی که حالا کارخونه نونسازی رو داره، حالا نمیدونم چی میگن، نونوایی رو داره و صاحب اون نونواییه، خب حالا چه صنعتیش چه غیر صنعتیش، موقعی کارگر بیشتر بعد خب به قول اون چیزشو بعد کارگر بیشتری باید بگیره، اینجا خب باید حقوق بیشتری هم باید بده، از این بر به ازاش از روی اون پوله دی خور تمام زیاد میکنه، آره خب بعد اون پوله میذاره، مثلا میگه آقا اگه امروز مثلا 100 تومن به طور مثال، خب اوکی کارگر اضافه آوردیم حساب کتاب کنیم که 130 تومن تازه به سود خودشون حساب کن، میگه حالا که 130 تومنش کردیم میگم 140 تومن خلاص خودم راحت میکنم، اینطور هم نیست که فکر کنی
خیلی دقیق حساب میکنه که معادله میگیره مثلا خب اون معادله اون چیزی رو که به اون کارگر میخواد بده رو نون بیاره تو اینطور نیست یا آقا شو 120 تومن خال 20 تومن فقط خرد بدیم خرد نمیدیم کل 150 تومن کار خود رو آره دیگه میره روی 150 تومن آره بعد دیگه اون راننده ای هم که میخواد چیز بکنه میخواد مسافر ببره این دانشجو از این شهر ببره اون شهر دیگه میگه اوه من نون رو اینقدر میدم میره میگه که اون کرایه رو هم ببریم بالا بعد هر کدوم از اینا یه هر عملی یه عکس العمل داره فکر میکنن اینا کلا این چیزا رو فراموش میکنن که عمل عکس العمل نه نه ببین وقتی ما میایم این رو مدیریت میکنیم قضیه خراب میشه من مثلا توی آلمان خودم شاهد بودم هیچ رو قیمت گذاری نمیکنن مثلا گوجه رو تو زمستون من میخرم 2.5 یورو خب توی تابستون مثلا گاهی اوقات میخرم مثلا 80 به خاطر اون گرما و سرما مسائل خاص خودش حالا ترانزیت رو به خاطر گوجه توی جای خاصی از مثلا دنیا هست از همینجا نمیتونم وارد کنم ولی تابستون به خاطر شرایط حالا آب و هوایی از همینجا میتونم وارد کنم نمیدونم دلیلش واقعا چیه من فکر می‌کنم این چنین باشه این یه داستان مشخصیه ولی موقعی که دولت بیاد بگه که از این هفته گوجه که توی 2 یورو دیگه تابستون 2 یورو شیشه به وجود میاد تابستون 2 یورو زمستون 2 یورو بعد دیگه هم کم میاد دیگه آخر به کمبود گوجه مواجه میشیم یکی از دلایلی که تو ایران مشکلاتو داریم این تورم هست گذشت از اون تحریم و سیستم فاسد بانکی و سیستم فاسد سیاسی اصلا اینا رو بذاریم به کنار یکیش همین قیمت گذاریه یعنی میان کالا رو قیمت گذاری میکنن بعد شما یه عده رو میفرستید توی خیابون به عنوان تعزیرات درست میگم آره تعزیرات خب ببین تفتیش کنید ببین کی چقدر میفروشه آقا به تو چی معلومه دیگه اگر این کارا رو نکنم قضیه درست میشه یک مغازه میفروشه 1500 تومن یکیش میفروشه 1000 من مشتری میرم از اون 1000 تومانی از اون 1000 تومانی میخرید اون یکی ضرر میده ناچار ضرر بده قیمتش میره پایین تموم شده رفت آره من فکر میکنم دیگه به اندازه کافی ما چون صحبت کردیم من صحبت زیادی ندارم اگر جالبم اصلا که ما اومدیم یهو کلیپ زدیم اول که گفتم که این اصلا نحوه کار با این امکان تلگرام رو نمیدونستم اشکان به من گفت بعد یهو شروع کردیم شدیم دو تا اقتصاد من بیشتر اقتصاد نیستم ببین من اینو بیشتر تحلیل معرفت اقتصادی میشه گفت میدونی من بیشتر تو زاویه معرفت اقتصادی میدونم چون مثلا تئوری ارزش و کار توی اون بخش معرفت شناسی میگن خب اقتصاد اون چیز نیست که نمودار حالا مثلا ارزه رو بکشونه نمودار تقاضا رو بکشه من بلد نیستم اینا حالا باز قبل از اینکه تموم بکنیم و جالبه من امروز که اولین بار اشکان حضوری دیدم با هم رفتیم موزه و با هم کلی نشستیم گپ زدیم یه جاهایی خب توی کلیپای قبلی من دیدین توی پستای اینستاگرام هم دیدین که می‌بینین من به بیت کوین خیلی علاقه دوباره پیدا کردم علاقه زیادی پیدا کردم باز با همین حرفایی هم که اول بحث زدم اون کریپتو آنارشیست می گفتم باز ارتباط دارم من در مورد بیت کوین به اشکان گفتم و اشکان متقاعد نبود و جالبه که متقاعد شد که بیاد این بیت کوین رو امتحان بکنه و من واقعا احسن فرض میگم که میتونی به یه چیزی فکر بکنی و ذهنتو ایدتو در مورد چیز تغییر بدی و این فرصت به خودت که یه چیزی رو آزمایش بکنی کمتر من دیدم که آدمی جلوی چشمام قانع بشه به چیزی و من کلا اینو پذیرفتم که من نمیتونم کسی رو قانع بکنم چرا خیلی من اصلا جالب بود که در مورد نه خب من اصلا بیت کوین اصلا جالب بودی که از تو گفتی خب خیلی جالب بود بعد میدونی تجارب دیگران هم هست نه فراموش کرد من همیشه رو گفتم خب ما انسان کلا موجودی الگومنده مثلا تجربه خودتو گفتی گفتم خب اوکی من مثلا یک مازاد سرمایه دارم خب من کار انجام میدم ولی من به همه دوستان میگم اصلا به نظر من حماقتی که انسان بخواد تمام سرمایه خودش رو این کار انجام بریزه توی این کار خب فرق نمیکنه بریزه توی دلار بریزه توی هر چیز دیگری خب من میگم این مازاد سرمایه دارم من دوست دارم مثلا در این رابطه مثلا یه کاری کرده باشم این جالبه واسه من خب بعد آزمون خطا است دیگه در اون حدی هم هست که اگر مثلا من خطا بدم زیاد آزرده خاطرم نمیشم رنجور هم نمیشم میگم اوکی یه امتحانی کردم خب این چه اینه ولی
اون افرادی که میان من دیدم به صورت افراطی کل سرمایه رو میخوان وارد این قضیه کنن، سلامتشون و ضربان قلبشون هم تحت تاثیر. من که میگم مثلا از لحاظ مغزی یه خورده شاید شناختی و روانشناسی خود مشکل باشه، آدم سالم همچین کاری نمیکنه. چیزی که نتیجهشو خیلی ندیدن تو نمیتونی پیش بینی کنی واسه 3 سال آینده 4 سال آینده، یا بخوای تمام سرمایه تو بریزی توی این که بخوای شب پولدار بشی. و ما دیدیم توی دنیا هیچ انسان به قولی پولدار سرمایه‌دار رو ندیم که یک شبه پولدار بشه. یعنی اینا از شستن ظرف شروع کردن تا به یک مثل مثلا ایلان ماسک رسیدن، مثلا اون شرکت زده مثلا توی کشورهای مختلف تا اومده مثلا کلی مثلا ریسک کرده تا رسیده مثلا به چیزی که الان هست. باقی هم همینطور. من اینو دارم همیشه مد نظر قرار میدم. حالا کوتاه کنم صحبت رو. آره خب بازم بگم که خیلی خوشحال شدم که یه اتاق باز هستم، همش توی ویدیو میدیدم تو اینها آره و آره. یه فرصتی هم شد که این بار توی کنار خودم با اشکان صحبت آره همیشه اشکان این محبت داشت و منو مهمون میکرد و توی کنارش باش صحبت میکردم و بیشتر من صحبت میکردم و امیدوارم که کمتر صحبت، یعنی یه تصوری دارم که کم صحبت کردم، ولی خب من همیشه اینو دارم که یکم ارزیابی نسبت به میزان صحبت خودم کمتر ولی کمتر از واقعیته. امیدوارم که بیشتر به فرصت داده باشم که صحبت نه نه تو من زیاد صحبت کردم کل تاریخ و اصلا یه جنبه از ما امروز بیرون اومد که هیچ وقت در موردش صحبت نکردم توی پادکست. همیشه تکامل و برگشت داروین و اِوولوشن و اینا بود. توی کانال تو آره همیشه تکامل اینها بود، توی کانال خودم تکامل هست و از همه بیشتر تغذیه است. و بعد یهو یه قسمت هم مثلا بیت کوین، یهو یه قسمت هم کلا در مورد اقتصاد صحبت می‌کنیم. و بله خیلی جالب بود و آخرین بحث یهویی بدون برنامه‌ریزی همینجوری ریخت بیرون، خیلی واسه من تجربه جالبی بود. هم از شما ممنونم و هم از اشکان عزیز. بدرود به همگی. تا نوبت دیگر. امیدوارم این قسمت از گرداتش براتون مثبت واقع شده باشه. اگر اون رو به صورت ویدیو و روی یوتیوب میبینید لطفاً ویدیو رو لایک کنید و عضوی از کانال بشید تا وقتی ویدیو جدید بیرون میدم جز اولین کسانی باشید که از اون مطلع میشه. اگر هم اون رو به صورت صوتی و از طریق پلتفرم های مختلف پادکست گوش میکنید و دنبال میکنید لطفاً باز پادکست رو لایک کنید و ارزیابی مثبت برای من بگذارید و همچنین اون رو به دوستان خودتون معرفی بکنید. مخاطبین بیشتر و ارزیابی های مثبت‌تر به من کمک میکنه که به افراد بیشتری دسترسی پیدا بکنم و افراد بیشتری رو بتونم متقاعد بکنم که وقتشون رو در اختیار برنامه بگذارن. همچنین اگر امکان پشتیبانی مالی از برنامه براتون وجود داره، لینک پیتریان برنامه توی توضیحات هست. البته میدونم که این امکان بیشتر برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن وجود داره که به کارت اعتباری و اکانت های پیپل دسترسی دارن. همچنین اکانت پیپل من و QR کد بیت کوین من روی وبسایتم هست mktahmasbi.com که از اونجا هم میتونید باز پشتیبانی مالی بکنید. اگر هم که پشتیبانی مالی ممکن نیست، همین معرفی برنامه به دیگران و حتی ارسال فایل برنامه به دیگران میتونه کمک کننده باشه. پیروز کامیاب باشید.